مشاور خانواده و در کنار خانم دکتر هما محمودی که روانشناس بالینی هستند در کنار شما عزیزان هستیم. مرسی از اینی که دعوت منو قبول کردین و تشریف آوردین. من همیشه خوشحال میشم وقتی شما منو دعوت میکنید. دوستی شما، وجود شما و علم شما باعث افتخار جامعه ایرانی است و جامعه روانشناسی و علمی ماست و من همیشه خوشحال میشم که در جوار شما باشم و یک ساعتی رو با هم یک گپی بزنیم. خودمون دل به دل را داره. خانم دکتر هما محمودی اولین روانشناس زنه در حقیقت ایرانی نه فقط کل کالیفرنیا، ایرانی کالیفرنیا هستن و من خیلی خیلی افتخار میکنم که در کنار هستن و ایشون از زمانی که مکانر پردرش روان رو در حدود 10 سال پیش شروع کردیم لطف داشتن و همیشه جزو ادوایزوری بورد ما بودن و ممنونم از لطف شما. یک ایمیلی دریافت کردم خانم دکتر به خاطر اینکه که دوستان لطف میکنن گهگداری بعد از که برنامه ما رو میبینن ایمیل میفرستن و گفتم که چقدر خوب که بتونیم شاید راجع به این ایمیل صحبت کنیم. آیا اوکی براتون؟ خیلی فکر خوبیه. دوست عزیزی که نوشتن پسری 33 ساله هستن در ایران دارن زندگی میکنن و با اینکه نمیخوام تمام ایمیل رو براتون دونه دونه خطاشو بخونم ولی کلشو براتون میگم که میفهمن اولین فرزند خانواده هستن، یه برادر و یک خواهر هم دارن، لیسانس دارن و در یک شرکتی کار میکنن. مشکل ایشون در حقیقت این بوده که از سن 16 سالگی که در دبیرستان بودن شروع میکنن و به خانومها و دخترهایی که در حقیقت توی خیابون میدیدن و الزاماً نمیشناختن فقط میدیدن شاید بگیم دست درازی میکردن. در این دست درازی هایی که میکردن حالا مورد های مختلفش رو نوشتن که حالا با دوچرخه بودن، یه خانمی ایستاده بوده، رفتن و سعی کردن باهاش گفتگویی داشته باشن و اگر اون محلی نذاشته یا حتی اگر محلی هم گذاشته به هر صورت به حالت خیلی سرعت یه دست درازی کردن و بعد با سرعت هم فرار کردن در حقیقت. حالا خب اون 5 مورد اتفاق افتاده ولی موضوع اصلی اینه که امروزه احساس گناهی که برای ایشون هست بسیار بسیار زیاده با اینکه 33 سال دارن رابطه عاطفی و درستی در حقیقت با هیچ خانومی رو برقرار نکردن و به خاطر احساس گناهشون احساس میکنن که من اصلا دلم نمیخواد ازدواج بکنم چون نمیتونم خودم رو ببخشم به خاطر کاری که انجام دادم و خلاصه گفتن که یک مقدار راجع به این مسائل رو صحبت بکنیم. من خیلی خوشحالم که ایشون این ایمیل رو برای ما فرستادن به خاطر اینکه یه موضوعی هست که در فرهنگ‌های مختلف دیدش برای زنها فرق میکنه و از نظر اجتماعی مقداری جالبه که ما هنوز این مسئله رو تو فرهنگمون داریم و اون که به خاطر محرومیت‌هایی که شاید بین زن و مرد وجود داره در ایران همین که یه دستی بزنن به یه دختری براشون یا یه هیجانی داشته یا اینکه احساس میکردن که قدرت خودشون رو به اون زن نشون میدن و خیلی جالبه با چند نفر از دوستان دیگه‌ای که روانشناس بودن صحبت میکردیم که چقدر این موضوع این که اکثر خانومای ایرانی باید بگم که تو خیابون را می رفتن، تو اتوبوس بودن، قدیما که زن و مرد با هم بودن تو کوچه های تنگ می رفتن یه وشکونی گرفته ازشون شده، دستی به سر و سینه شون کشیده شده بوده و اینو معمولا به خانوما میگن که این پسره چقدر بی‌تربیته یا اینکه این مردا چقدر هیزن یا فرهنگ ندارن و معمولا به عنوان تجاوز جنسی حسابش نمی‌کنن زنا، در صورتی که در فرهنگ‌های دیگه مثلا در فرهنگ امریکا ممکنه که بعضی خانم‌ها برای این سال‌ها برن روانکاوی که من از نظر سکشوال ابیوز یا اینکه تجاوز جنسی به هم شده بوده در بچگی که مثلا پسرموی پسر دایی شوهر مادری کسی به هم دست زده، البته دست زدن هم فرق میکنه. بله. تو فرهنگ ما یه دستی در ملأ عام زده میشه و میگذره و
معمولا هم بین دو تا غریبه است، یعنی این نیستش که ما بشناسیم که کی بهمون دست زده. ولی من اتفاق خوشحالم که این دوست عزیز ما، این آقای 33 ساله این ایمیل رو فرستادن، چون که ببینید کسایی که وسواس دارن همیشه عمل خودشون رو خیلی شدیدتر و سنگینتر جلوه میدن، فکر میکنن هست. یعنی که ببینید آدم های وسواسی وقتی که تو خیابون توی چاله میفتن فکر کنن یه آدم رو کشتن، میرن اخبار رو نگاه میکنن که تو این خیابون آیا من یک کسی رو زیر گرفتم یا نه. حتی وقتی که بعضی وقتا دست راست میپیچن فکر میکنن که یک کسی رو توی پیاده رو انداختن زمین و باعث صدمه بدنی افراد شدن و باعث صدمه جانی افراد شدن. من اتفاقا یه مریض داشتم که وقتی که میرفت مغازه غذا بخره، مثلا فرض کنید که یه قوطی مثلا نخود سبز میخواست ورداره، فکر میکرد که دست این کثیف بوده چون که مثلا به ماشینش زده و الان قوطی‌های دیگه کثیف شدن و باعث مرگ بقیه میشن. و این آقای دوست ما هم تصور فکریش و وسواس فکری که داره اینه که عمل من باعث شده که زندگی این دخترها مختل بشه، از بین بره، اینا نتونن ازدواج بکنن، اینا دیگه داغون شدن، اینا از نظر جنسی اصلا در آینده مسئله خواهند داشت و به قول ما امریکایی زیادی به خودش داره کردیت میده. یعنی بعد بهش بگم که دوست عزیز، ما زنها از اینا خیلی قوی تر هستیم و دست شما باعث بدبختی یا اینکه اثر دائمی یا اینکه شکسته شدن یک زن نیستش. شما گفتین مکسیمون در 2 ثانیه یا 3 ثانیه به یک کسی دست زدین و این دست زدن یعنی ما رزیلینس یا اون مقاومتی که انسان‌ها دارن، یک مقداری ضربه‌های مختلف حتی شدیدتر از این رو هم رد می‌کنن. بنابراین من خیلی متاسفم که این دوست ما این عذاب وجدانی که گرفته و این طرز فکر منفی که نسبت به خودش و این که من گناهکارم، از یک طرف که نظر مذهبی داره، از یک طرف من آدم خلافکار و متجاوزی هستم و اصلا کاری که من کردم انقدر زشت و بد و سنگین بوده که من دیگه نباید ازدواج بکنم، من شاید در اون دنیا باید مجازاتشو بدم و من فکر میکنم که از یک عمل خوبی نیستش، ولی از یک عمل نسبتاً کوچیکی داره تنبیهات خیلی بزرگی شب و روز داره خودشو تنبیه میکنه و من فکر کنم لازمه که یه مقداری درباره این صحبت بکنم، چون که لازم نیست. ببینید یه وقتی هستی که شما رفتی تو مغازه یه شکلات دزدیدی، مجازات اون دیگه دار زدن طرف نیست و این داره خودش هر روز دار میزنه. مسائل خیلی خیلی مهمی رو مطرح کردین. یکی مسئله کلن دست زدن به یک بدن یک نفری وقتی اون شخص به ما اجازه رو نداده و این چه تأثیری ممکنه روی اون شخص داشته باشه و آیا انگیزه من به خاطر همچین چیزی چی هست و بعد مقدار تأثیرش آیا کوتاه مدته یا دراز مدته. و بعد رفتیم به ماجرایی که کلن اگر کسانی تو حالت طبیعی این کار رو انجام بدن چه فضایی براشون پیش میاد، چه آدم طبیعی اصلا این انجام میده یا نمیده، ولی اگر کسی هم که وسواس داره این کار رو انجام بده بعدن از یک مسئله چه چیزی میسازه. قسمت اولش به نظرم میاد که ما جامعه ماها کلن این انتخاب رو یا این جرأت رو حق رو داده به یک مردی که این کار رو انجام بده با یک زن. یعنی ما کمتر میبینیم یا من تا الان نشنیدم که یک زنی حق داشته باشه که بره توی دست به مرد بزنه و فرار بکنه و قشقشم بگیرم بخندن همه گی با هم دیگه. در نتیجه خب یه قسمتی از جامعه که این وجود داره که این کار ممکنه انجام بشه و حق یک مرد هست. من فکر کنم تو جامعه ما و کلا جامعه
شرق به معنای میدل ایست خیلی بیشتر هستش. در نتیجه در اون شرایط بیشتر نرم میتونه باشه، یا اگر که کسی بودش که ایرانی نبود و مثلا از هلند اومده بود این حرفو میزد، توی اون جامعه چون این کار اتفاق نمیفته، ما بیشتر میذاریمش بر حساب اینه که یه کار خیلی غیر عادیه، تا اینه که این آدم توی اون جامعه این کار میکنه که بقیه هم داره میبینه انجام میده. و اینه که کسی که قاعدتاً شاید موقعیت اینی که توی ارتباطات توی دبیرستان که هورمونا خیلی بالاست، این نیاز به تاچ کردن، دست زدن، نیاز به عاشق شدن، نیاز به روابط جنسی رو تجربه کردن حداقل داشتن خیلی زیاده، و کسانی که تو امریکا و اروپا و ژاپن و جای مختلف هستن این تجربیات رو در حقیقت دارن و نباید دست بزنن و در برن، یعنی خیلی راحت میتونن ارتباطات داشته باشن. در حالی که شاید توی ایران به خاطر اینکه این اتفاق نمیتونه بیفته، با این مدل چیزها خودش رو داره نشون میده. 15 16 سالشه و داره، یعنی شاید برای اون فضا حتی طبیعیه. با اینی که خب زن و دختری که همچین تجربه رو داره احساس ممکنه امنیت نکنه، که اختیاری راجع به بدنش نداره و بدون اینی که حواسش باشه یک نفر میاد و انگار از حریمش رو میشکنه. حالا به قول شما ممکنه تأثیرش بیشتر این باشه که اعتماد به فضای اطرافش نداره، بعد خودش رو بیشتر نگه داره یا مواظب خودش باشه، ولی تأثیر این چند لحظه ها همون تأثیری نیستش که طرف آزار و اذیت جنسی دیده باشه از طریق خیلی مدل های دیگه. تأثیریه که همونجور که فرمودین خیلی کوتاه مدت ممکنه باشه و رها بشه، و مقاومت زنها خیلی بالاتر از اینه که با این مسئله خیلی کوتاه یک دفعه بخواد تمام زندگیشون از بین بره. ولی قسمت وسواس رو داشتین صحبت میکردین، که به نظر میاد ایشون، حالا هر کسی سر یه چیزی وسواسش خودش رو نشون میده، یه نفر تو تمیزیه هی دستش رو میشوره یه نجس نباشه 20 بار دستش، یه نفر توی مثلا گاز رو چک میکنه، درا رو چک میکنه. کسانی بودن که پیش من میمدن که تایلای چیز رو را میرفتن و بعد به دیوار دست میزدن، هی یعنی همه دیوارها رو بعد دست میزدن. یا نه است میدونی مثلا یه کسایی هستن شما میرید توی اشکاف خونهشون میبینید که لباساشون رنگهای مختلف، یا این که مثلا از سفیدا اینجاست، قهوه‌ای اینجاست، سرمه‌ای اینجاست، یا اینکه شلوارا خیلی مرتب آویزونه، و این نظم رو توی همه کار دارن و باید همه چیز مثل کتاباشون همچین مثل این خبردار وایسادن همه، و اون نظم رو شما تو زندگیشون میبینید. این وسواس ها همین که گفتی، ولی از همه ناراحت کننده تر وسواس فکریه. چون که یه فکری میفته تو سر انسان. من بعضی وقتا به این کسایی که وسواس دارن میان پلو میگم که اگه تو بلایی که خودت داری به سر خودت میاری به سر یکی دیگه آورده بودی، الان میداختیم زندان. چون که تو هر روز داری این خودتو مرتب داری میگه تو آدم بدی هستی، تو این هستی، تو نمیتونی، تو اصلا مسائل جنسی داری، تو زندگی مردم رو به داغون کردی، تو 5 تا دختر رو از زندگی انداختی. بابا دیگه این خیلی جرمای بزرگی داری به خودت میبندی و هیچ وقتی شما نمیتونی به یک کس دیگه این حرفا رو بزنی. و این وسواس فکری خوشبختانه الان کارایی میشه کرد که یه مقداری این وسواس های فکری رو عوض کرد. و من فکر میکنم که جالبه که چجور این وسواس ها باعث زجر افراد شب و روز میشن. و این نوع جدید کاگنیتیو تراپی اینه که باید به مغزت بگی که بس دیگه، میدونی استاپ، تموم شد دیگه، من نمیخوام درباره این موضوع فکر بکنم. و هر وقت دو مرتبه میاد تو فکرتون، ممکنه قسمت اولش رو نتونین کنترل بکنی، یعنی چند ثانیه اول باز فکرتون میره که آره این دختر بدبخت الان نشسته تو خونش، داغونه، شوهر نکرده، زندگی نداره، اصلا از مرد بدش میاد و من اصلا زندگی این دختر رو نابود کردم، اگه مرده بود بهتر بود تا زنده باشه. ممکن تا اینجا هم بره بعضی وقتا، ولی باید فورا بگی نه، این خطای فکر منه، این اشتباهه،
و این وسواس فکر منه و من باید فکر یه چیز دیگر رو بکنم. یکی از مسائلی که رو وسواس متوجه میشین که در حقیقت وسواسه اینه که یک